غلام، اگه این آقا جکی نیاد ما چیکار کنیم؟ هنو دیر نکرده، میاد خانم. الان آقای تابنده میاد اینجا بشینه، چقدر منتظر وایسته؟ این کی میاد آخه؟ بابا این بهروزی که من میشناسم تا الان باید هزار بار اومده باشه. آقا غلام من میگم نکنه تصادف کرده. تصادف چیه خانم؟ به دلت بد نیاد. یه دقیقه بل کنم. راست تو بله میکنم، با تحویل آقای تابنده بدم تا هر کاری خودش دوستانه باید بکنه. خب بابا داداش من نوکرتم، من فکر برای چی آژانس گرفتم اومدم اینجا؟ آژانس گرفتم بیام خودم شخصا از آقای تابنده معذرت خواهی کنم. من فکر نمیکنم سر چهار تا لاستیک ناقابل قات بزنه بره. وای تو نمید آقای تابنده خواست خواهی کنی؟ چرا؟ خیلی خوب را بیافریم. خب شما منو ببری بالا که بده، بذار خودم برم. دستو بل کن، خودم برم معذرت خواهی کنم ازش. فرقش چیه؟ فرقش اینه که خب اگه شما منو ببری ارزش کار من میاد پایین، من باید برم خودم معذرت خواهی کنم. شما ببری انگاری زوری رفتم معذرت خواهی کردم، خودم برم انگاری از صمیم قلب، از ته قلبم پشیمونم. ها؟ بهتر نیست؟ بکن دست من آقا. ماشال ماشال؟ بله ماشال. نه آقا عزت گل، بکن دست ما رو. خیلی خوب جون، به شرط دست بل میکنم. خودت خیلی قشنگ میری دم خونه آقای تابنده. درست مرتبا میشی، در میزنی، آقای تابنده میاد جلو در، خیلی نادم، بله، پشیمان، بله، و حقیر ازش معذرت خواهی میکنم. یه دقیقه بلند شو برو تا سر کوچه، یه سرک بکیف ببین داری میاد یا نه. باشه من الان میرم سر خیابون. آقای تابنده اگه اومد بگو بشینه تا من برگردم. خب ببین آقا عزت، من یه فکر بهتری دارم. همون راه حل اولی که شما گفتی خیلی بهتر. شما برو خودت از طرف من بگو آقا بهروز اومد، از معذرت خواهیشو به من گفت، من به شما بگم. یا هم اگه حالشو نداری ول کن، یه موقع بهتری، یه موقعی که تو روز من گولی چیزی بگیرم بیام پیشت. من داری مسخره میکنی؟ نه مسخره تو میکنی؟ شیکست آقا باشد آقا باشا، زشت سن و سال شما، زشت. اگه یکی رد شد تو کوچه میبینه دست شما چیه؟ چی شده آقا بهروز؟ آقا عزت چیه؟ آقا غلام بابا ما رو از دست این سرایدارو تو نجات بده بابا. چی شده آقا عزت؟ ولش کن ببینم. ولش نمیکنم، ایشون باید بره شخصا پیش آقای تابنده تا ایشونو ببینه دلش برش تنگ شده. من خودم میدونم اینو، آقا بهروزم واسه همین اومده. من با آقای تابنده قرار گذاشتم امشب بیان خونه ما دوتای هم دیگر رو ببینن. این دیگه دست گرفتن و فشار دادن نداره. ولش کن، باید بریم خونه ما. الان تابنده میاد پیش ما. خانی میبنده؟ نه بابا خانی، آره میاد. میاد خانی؟ نه میاد، تابنده میاد. هر روز میاد تو. آقا ما قرار داریم با هم. راست میگی؟ یعنی چه؟ اگه تا حالا به تو دروغم گفتم، تا قاطی نکردم دستشو ول کن. خیلی خوب. چته؟ باورت نمیشه؟ میخوای زنگ خونه تابنده رو بزنم؟ آهی داره پشت رو میپیچه. من امشب قرار دارم با اینا، اون وقت تیک بزرگی گوشت. بله خوب، ولش میکنم. ولش کن. فقط یاد باشه. بل نکرده. دستشو بدی دست آقای تابنده. تو دستشو بل کن، خودم میبرم جفتشون رو تحویل هم دیگه میدم. بل کن دیگه بابا. آقا بریم، بریم آقا. بریم دیگه شده. بیا. بیا الان تابنده میاد. دیدی داداش من؟ هنو خیلی مونده ماما قاطی کنی. برو. یعنی من چی بگم دقیقا متوجه بشی؟ هنوز خیلی زوده بخوا جلو بهروز پیرپک و جکی بایسی. برو فعلا داداش، فعلا. سلام آقا تابنده. سلام، چطوری آقا عزت؟ خیلی ممنون، خوب هستم. آقا تابنده شما قرار امروز بری خونه آقا غلام؟ آره، این آشنای آقا غلام اومده؟ آره اومد، با آقا غلام رفتم بالا. خیلی ممنون، خیلی ممنون خبرم کردی. منم الان میرم. کاری نداری عزت خان؟ نه خیلی. خیلی خوبه، باشه، سلامت باشی.
آقا غلام خیلی چرا؟ خیلی کارش درسته ته فیلمی ها چطور مگه؟ این سرای دوره رو گوشته بود سر کار فیلمش کرده بود خیلی باحال بود آره میگفتش که آقا اینا قرار دارن بیان خونه ما همدیگه رو ببینن بعد تازه از اون بالتر این بود به سرای داره گفتش که میخوای زنگ خونه شونم بزن بپرس اگه زنگشونو میزد چیکار میکردی؟ من کم آوردم از زن راست میگی؟ آقا بروز زنگ میزن مسئله نبود که ای داده بیداد آقا جکی خدا کنه امشب صابخونه اومد معاملتون بشه این خونه رو بخری؟ واقعا من خوشحال میشم که تو بیای همسایه ما بشی. اصلا خانم فرامرزی اگه متری 250 تومن بده امکان نداره من نخرم. از دست نمیدم. ای وای صابخونه اومد. من میرم درو. آره. خانم فرامرزی اصلا مهم نیست. من الان معامله رو تمومش میکنم. فقط من اومدم همسایتون شدم یه همسایه بغلیه رو بندازیمش بیرون. بابا آدم زایه‌ایه. دیروز رفتم چهارچرخ ماشینشو از هرسم پنچر کردم. و پسرش افتاده بودن دنبالم تا ته خیابون دنبالم میکردن همین یارو بغلیه رو میگم و دندونا شبیه نرد خیابونه خیلی باله تا سر کوچه دنبالم کرده بودن و نمیگه آقا بودم آقا بودم آقا این چه جده چه 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 کارو بکنه من اگه این آقا خونه و 150 میلیون تومانم والا قیمت بخواد نمیدم. میام 15 تومن زیر قیمت بدم. آقا شما چرا مسائل رو قاطی میکنی برادر من؟ من اومدم اینجا خونه از شما بخرم. چه ربطی داره به دعوای من و شما؟ از من خونه بخری؟ بله. مرد حسابی من دستم به تو برسه. اون لقمه بزرگ پوچته. میکشمت. بابا چی میکشمت؟ یه لحظه اجازه بدین خان برمزی اجازه بده شما چی میکشمت مگه من سوسکم آقا غلام ولش کن ببین بابا چی کار میخواد بکنه ای بابا مادر جون خواهش میکنم بفهم چه نشاط خواهش میکنم بفهم جناب خواب من روت زیاد آقا غلام بگیرید من نوکرم بگم کن آقا غلام به خاطر اون سفید شما من ازت خواهش آقا غلام چی ولش کردی بابا خودت گفتی ولش کن جون من فلان کن خواهش آقا غلام فلان کن من یه چیزی گفتم شما موقعیت رو بسنجید دادم کجا در برم خانم فرامرزی من اومدم اینجا خونه بخرم از اینجا تکون نمیخورم داره اعصاب منو میریزه به هم چهرمو بیکوبه بیکوبه بکوبه سرشو آقا من خونه میخرم اینجا پام هم تکون نمیدم میخوام ببینم کی میخواد از جلو منو بگیره من خسته شدم جون من فیل کنم بل نکن آقا بیا برو پس بذار من دست شما رو ببینم دستت رو ببینم ببین لگت میزنی آقا ببین لگت میزنم اصلا خیلی خوب شما کتا بیا برو به جون مادر مگه آقا اگه نظرت عوض شد شما رو تلفن من آقا غلام داره تماس بگی ما این خونه رو از شما بخریم من نوکر بیا اصلا الان بشینیم آقا بیا بچه یه چایی بخور برو دیگه گرفت آقا جون برو آقا غلام بگیرم بهش برسن شانس آورد بس بایی میره تو به ما من بیا یه درم ببن میره تو
بله بفرمایید. در رف آقا شما فرارش دادین، یا همین الان آدرسشو میدین یا دو تا شو شما دو تا هم شکایت میکنه. آقا نه کشیش ندین، حالا اون که رفت ولش کنید. رفت؟ مگه من بمیرم که ایشون رفته باشه؟ فکر کردیم عجب گیری کردیم. جلال جان شما اجازه بده مهتاج خانم دست شما درد نکنه با این مشتری پیدا کردن تو برای خونه ما. خانم تابنده ما هنوز نفهمیدیم قضیه چیه. آقا غلام، خانم اگه نمیخوای خونتونو بهش بفروشین خب نفروشین. جکی بچه خوبیه. بله خیلی بچه خوبیه. دیروز شما نبودین که ما 5 ساعت طول کشید 4 تا چرخ ماشین رو ببریم درستش کنیم برگردونیم، مگه نه بابا؟ آقا غلام از شما یکی من خیلی دلخورم. شما منو گرفتین، این رفیقتون منو بزنه، یا همین الان آدرسش بدین وگرنه دودش تو چش خودتون میره. بابا جان معلومه رفیق قدیمیشونو که ول نمیکنن بیان ما رو بگیرن که، مگه نه؟ آقا پشمان شما هم مثل اونا همسایه ما هستید، رفیق ما هستید، شما هم برای ما عزیزید. ولی آخه ولی آخه اما نداره، همین الان به زبون خوش آدرسشو میدی آقا غلام. آقا جلال آخه شما آخه نداره آقا غلام، آخه نداره، همین الان آدرسشو بدین ولی همین سلام علیکی هم که داریم با هم قطع میشه، اون وقت ازتون شکایت هم میکنیم. آ جلال پژمان بریم. چشم بریم. اگه مامانه نگفتی بریم برو دیگه، برو خونه. شاخشونو میکشم از ما پسره دیوونه نفته چارت چرخ ماشین این رو پنچر کرده، خونه رو که نتونست بخره هیچی، رابطه ما رو با اینا خراب کرده. خراب که بود آقا غلام. بله خراب بود، ولی بهروز خرابترش کرده خانوم. من میگم که آقا غلام حالا که اینطور شده ما هم این خونه رو بفروشیم و از این خونه بریم راحت شیم. راست میگی مهتاج، دیگه باید این کار. صدای چی بود؟ انگار یکی سنگ به شیشه. چی بود دستت؟ ها؟ چی بود دستت؟ آجر اینجا افتاده بود، ماشین چرا رد شد، پنچرش برداشت منو. خواست خالی بسی؟ تو چرا برگشتی؟ آقا غلام، اوضاع چطوره؟ اوضاع چی؟ رفتن؟ کیا؟ همسایتون رفتن؟ رفتن تو خونه شونن. اه؟ من میخوام بیام بالا. از اینجا میخوای بیای بالا؟ از اینجا که نمیتونم بیام بالا آقا غلام، من در میام. خب خیلی خوب، از در میام، کسی نیست، بهروز میخواد بیاد بالا. خب برو فوراً در رو باز کن آقا غلام. زود باش بیا بالا، فقط مواظب باش که نبینن تا من در بالا رو باز میذارم. بیا در پایینم باز کن. باشه باشه بیا.
چرا همچون میکنی تو؟ با این وضعیت چرا برگشتی؟ برگشتم کارمو تموم کنم. چه کاری؟ بابا این داره خونهشو 10-15 میلیون تومان ارزونتر میفروشه، اون وقت من نخرم. برای خرید خونه برگشتی؟ بله. خونه تابنده رو؟ بله، داره مفت میفروشه آقا غلام. بابا اون تو رو ببینه تکه تکت میکنه، تو میخوای خونهشو بخری؟ عمرن اگه بتونه. غیر ممکنه با آشناهای دیگه‌مون بفروشه. وای به حال تو. از این گذشته، ما میخوایم از اینجا بریم. بله خودمون داریم میریم. مستحضر باشید، دیگه لازم نیست خانم فرمرزی شما از اینجا برین. اونی که از اینجا میره اینه، من تو این خونه میام. چطور؟ حالا میبینید، من این خونه رو میخرم، تو همین خونه هم میام. ببین کی گفتم، یه لیوان آب قند به من بده. بده آب قند رو این دفعه دیگه بده. باشه ارث نخور، یه لیوان آب قند بده. یه نمه عصبی شد. آب بخور خوب میشی. من بهترم الان. آخو جکی، تو نترسیدی؟ از چی؟ از اینکه بلند شدی اومدی اینجا. من بترسم؟ من بترسم اومدم اینجا؟ خانم فرمازی چی داری میگه؟ از اینا بترسم؟ من اگه بترسم که نمیتونم خونه رو ازشون بخرم. من تازه میخوام چونه بزنم، اگه شده خونه ارزونترم بگیرم. تو مگه میتونی با اینا حرف بزنی؟ اگه اینا تو رو ببینن همه میرزن سرت، تیکی تیکت میکنن. هده بیا. بله ما هم جرعت نمی کنیم اسم تو رو جلو اینا بیاریم. خانم فرمازی قرار نیست من برم باشون صحبت کنم که. پس میخوایی چی کار کنی؟ من نماینده تامل اختیارمو میفرستم باشون صحبت کنه. وا نمایندت کیه؟ بلام شیشلول بند. من؟ بله شما نماینده تامل اختیار من هستین. دیگه جون من پست از این بالاتر میخواستی. خلافکاریات کردی حالا منو میفرستی جلو؟ من اگه دنیا رو به من بدن دیگه قاطی نمیشم. آقا اصلا من دلم نمیخواد توی این خونه رو بخری. دلم میخواد داد بزنم. از همسایی مثل تو نخواستم. خوب شد؟ آقا غلام شما متوجه عرض بنده نشد؟ همون که گفتم آقا من پامو در خونه تابنده اینا نمیذارم. تموم شد. سلام عرض کردم. سلام از بنده مخلص شما آقای تابنده. متشکرم. خوبه خانم بچه ها خوبن. متشکرم. اومدین آدرس این پسره رو بدی؟ نه خیر بنده اومدم عرض کنم که از طرف این آقا. من خیلی معذرت میخوام از شما. تا وقتی که آدرس این پسره رو برای من نیاوردین ما هیچ حرفی با هم نداریم. خیلی عذر میخوام. خوش اومدین. ماشاءالله نمیذاره آدم حرف بزنه. بذار آب بخور حالت بهتر شد. دلم کن آقا تو. آقا غلام چقدر عصبانی شما. بله. وقتی با یکی داری حرف میزنی در بروت ببنده تو باشه عصبی نمیشی. از همش تقصیر توه. هرچی میگم آقا من نمیرم در خونه اینا. هی اصرار میکنی. خب شما نماینده خوبی نبودی آقا غلام. تازه به جای اینکه من دست شما ناراحت باشم شما دست من ناراحتی. خیلی رو داری والله. راست میگی دیگه آقا غلام. نماینده خوبی نبودی دیگه. خدا مرگم بده. آقا جکی چرا اونطوری به من نگاه میکنی؟ وا چیه؟ نکنی میخوای محتاج بره در خونه اینا؟ اگه محتاج خانم بلندشه بره. حرفش هم نزن. تو اگه خودتو بکشی محتاج در خونه اینا نمیره. من نمیذارم که به محتاجم توهین بکنم. توهین برای چی آقا غلام؟ تو درست حسابی با اینا صحبت نکردی؟ آقای تابنده عصبانی شد در بروی تو بست. ولی من اگه برم و یک طوری با ایشون حرف میزنم که اونا هم درست حسابی جواب منه بدن. بله دیگه. بله. خیلی خوب. اگه شما بلدی درست حسابی حرف بزنی بفرمایید برید حرف بزنی. آقا غلام ظرفیت داشته باش داداش من.
شما چرا ناراحت میشی؟ نماینده خوبی نبودی؟ خوب نتونستی حرف بزنی؟ خانم فرمازی خوب میتونه صحبت کنه. ببین دقیقا این اصلا منطقیه. مثل این مونه که یه کاری رو خانم فرمازی خوب بلد نیست، شما خوب بلدی داداش من. این شما اظهار نظر نکن. باش من چه میدونم. خانم فرمازی به نظر من که پاشین برین کار کار خودتونه. بلنشین بگیم باهاشون صحبت کنیم. من میدونم شما خوبتر بلدید صحبت کنیم. کاری میکنم که آقای تابنده خودش بیاد بگه آقا جکی حتما خونم رو باید به تو بفروشم. همینه اصلا. بله. دقیقاً همینه. بله حتما یه کاری میکنم که خونه رو تو بخرید. اصلا خانم فرمرزی من به شما میگم برید باهاشون صحبت کنیم. شک نکنیم. بفرمایید. بله ایشون میفرمایید بفرمایید. حالا ببین آقا غلام چیکار بکنم. نگران نباش مادر. شما خوب بلدید صحبت کنید. من میدونم. بفرمایید. بابا چرا چپ چپ نگاه میکنی آقا غلام؟ مگه من گفتم بره؟ خودش خواست خودش رفت. آقا غلام ببین تو عالم رفاقت یه چند وقتی بود میخواستم باهات صحبت کنم، یه چیزی رو بهت بگم. الان موقعشه، دو تا مردیم نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم. روحیه انتقاد پذیری داری بگم؟ ببین آقا غلام مهدوش خانم خوب بلده صحبت کنه، ولی شما میگی چی؟ شما خیلی بد حرف میزنی. نه اینکه بگم حرف زدن بلد نیستی یا من، ما اصلا قصد جسارت نداریم قربان، ما همیشه هم به شما احترام گذاشتیم، ولی بد حرف میزنی. یعنی یه جورایی اصلا تند حرف میزنی، چون اخلاقتون تنده حرف زدنمتون هم تنده، اصلا خوب صحبت نمیکنین دیگه. ولی برعکس شما مهدوش خانم انقدر زبونش نرم، میتونی با زبونش ما رو از تو لونه بکشی بیرون به راحتی، با اینکه خوب بلده صحبت کنه. این فرق شما دوتاست. اصلا همین که این همه سال تونسته شما رو تحمل بکنه، این خودش خیلیه دیگه. چون شما گذشته از اینکه حرف زدن تنده، اخلاقت هم بده، برخوردت هم با بقیه بده، دارت هم بده. حالا ولش کن، من حرفمو زدم. انتقاد پذیر باش. ما کوچیک شما، ما مثل پسر شما اینو میگیم، از ما بشنو. الان خانم فرورزی من میدونم، مطمئنم انقدر خوب صحبت میکنه، این تفاوتیه که با شما داره، انقدر خوب صحبت میکنه، میاد میگه مشکل حل شد، آقای تابنده گفت بیا خونه رو بخر. ببین دیگه آقا، ببین بفهم. دست درد نکنه خانم فرورزی. وای عجب آدم هایین. اصلا مهلت نزدم من حرف بزنم، در برون بستم، نمیدونی چی کار کردن. خیلی آدم های بدیه، اصلا باورم نمیشه. در برون تو هم بستن. بله. خیالت راحت شد؟ ببین چجوری ما دوتا رو سنگ رو یخ کردی. آقلا مگر اینکه بهروز پیرپکا جکی مرده باشه کسی بتونه به شما دوتا توهین کنه. اما دیگه قاط زدم، دیگه تموم شد، الان میرم حقشو میذارم کف دستش. اصلا بی خود کرده به شما توهین کرده، من دیگه قاطی کردم. کجا داری میری؟ برو جلوشو بگی الان خون را میفته. وای آقا بهروز ولشون کن دیگه. آقا جلو نیا، من میدونم دارم چی کار میکنم داداش. خیلی خوب فعلا کوتا بیا، من خون جلوی چشامو گرفته، اینو باید بدونم با کی طرفم. آقا بلم کمزو برم کارم. کجا داری میری آخه بهروز؟ کجا داری میری آخه تو؟ آقا غلام دارم میرم دوا. کجا میری دوا؟ خونشون اینجاست. من الان خون جلوی چشامو گرفته آقا غلام، اگه الان در خونشونو بزنم بیاد دم در، میزنم لتو پارش میکنم، یه جور دیگه حالشونو میگیرم. وایستا ببینم کجا داری میری آخه تو. چیکار میکنی بهروز؟ اجازه بده. کیه؟ سلام علیکم آقا، شناختی منو؟ من بهروز پیرپکا جکی هم، همون که زورتون بهش نمیرسه سر این پیره مرد پیره زن رو بدبخ خالی میکنی. در رو اینا میبندین؟ جرأت داری بیا پایین در رو من ببن. بیا دیگه، اگر هم که نمیتونی خونتون رو به همون قیمتی که به آقا غلام گفتی به من بفروشین. ولی چی میشه ها؟ یارو خودشه اومده دمی در؟ سورشی میگی حالا؟ بیچه حرف مافی زنه بابا، من سرش گرم میکنم، تو یواش یواش میری در رو باز میکنی میکشی، همچین چی گرفتیش من خودم میرسونم. جلال خودت برو، یه وقتی بلایی سر بچه بیا. نه بابا ماشالله یله میکشی. خب نگفتی چی میخوای؟ بفرما.
داشته باش، اینجا رو داشته باش. اولنده شما باید رسما بیای از آقا غلام خان فرمرزی به خاطر کاری که کردی معذرت خواهی کنی. ثانیاً باید قول بدی فردا با هم بریم محضر خونه رو با هم قولنامه کنیم. بعدش هم من یه خورده دیگه تخفیف میخوام. به اون پسرت هم بگو دیگه بیشتر از اینا پر رو نشه. روش هم زیاد میفرمودی. آقا دیگه برم. آقا شکمان. دلش کن دیگه آقا. قولم شکارم داری بزنیم. بگی بابا چی شد؟ گرفتیش؟ نه فعلا که فرار کرده. سر پشمان کجاست؟ رفته دنبالش. چی شد؟ شوروه فرار کرده، پشمانم رفته دنبالش بگیرده. فرار کرد، پشمانم رفت دنبالش. بابا چرا یه وقت یه بلایی سر این بچه نیاد؟ ترس خانم چه بلایی؟ آخه اون پسر دست و پا چلفتیه، ما هم که نمیدونی این آدم کیه، کس نمیشناسیمش که. بای پوران گفتی یه دفعه دلم به شور افتاده، نکن یه بلای سر بچه‌ام بیفته. تقصیر تویی که فرستادی. تقصیر من؟ بابا شدیم پورا. ها. نمکتون افتاد. خب افتاد که افتاد. میدونی نمکتون بیفته یعنی چی؟ نمکش میریزه رو زمین یعنی چی؟ شگون نداره خانم. نمکتون افتاد، نمکشم ریخت. نکنه بلای سر بچه‌ام بیاد، عجب غلطی کردم. من چیکار کنم؟ ببین تو میدونی اگه یه موثر پژمان کم بشه بودو زود به پلیس تلفن کن. من خودم هم تو برو دنبالش کن، من خودم به پلیس تلفن کنم. بودو بابا اومدی؟ در رفت بابا. فدای سرت، تو سالمی؟ آره برای چی سالم نباشم؟ یعنی یارو هیچ بلای سرت نیورده؟ نه بابا چه بلای سرم بره، من فقط یه خورده نفسم گرفت. جلال این بچه از حالیش نیست. تنشو بگرد ببین چاقوی چیزی نخورده باشه. چاقوی چی کار میکنی؟ بابا چاقوی چی خورده باشه؟ ما اصلا دعوا نکردم با یارو که برای چی با چاقو خورده. بابا پشمان جان تو الان تنت گرم، حالیت نیست. چی رو من تنم گرم حال میزنه؟ من خودم نمیفهمم چاقو خوردم که بابا بخواد ماینه کنه. حالا بعد مادرت برات نگرانه بابا جان. بابا اصلا میگم یارو در رفت، من اصلا دعوا نکردم که بخواد اتفاقی برام بیفته. شما چی کردین؟ من میگم اصلا ولش کن، اگه دوباره برگشت کاری به کارش نداشته باش. بگو بابا ما اصلا به پنچری لاستیکامون هم دیگه کاری نداریم. برو تو دنبال کار دیگه طرفا. بابا یارو من آچمز کرده، نمیدونم چیکار کنم از دستش. بابا همچین در رفت که اصلا پشت سرش هم دیگه نگاه نمیکنه. خدا از دهنت بشنفه. از سر کوچه هم رفتم دنبالش، نشد دیگه. هردار آقای تابنده، خانم تابنده، من میدونم که شما صدای من رو از آیفون میشنوین ولی قطع میکنین. خواهش میکنم بیاین دم پنجره با شما صحبت دارم. بذار من برم پایین. نمیخواد بابا، نمیخواد. چی شده خب؟ نمیخواد بری بگیریش عزیز دلم. بذار ببینم حرف حساب این آدم چیه. جلال پنجره رو باز کن ببینیم چی میگه. شما از چی میترسین؟ فقط حرفامو بزنم میرم، به جون مامانم میرم. سلام، خسته نباشید. فرزن علیکم. سلام. سلام. بفرمایید. شب بخیر خانم. میبینم که آقا پشمان اومد. سلام. بله. حال شما خوبه پشمان جان؟ آقای تابنده، من فقط میخوام با شما دو کلم حرف بزنم. ولی احساسی. بفرمایید. اگه اجازه بدین من دیگه نه خونتون رو میخوام، نه هیچی، نه دیگه مزاحمتون میشم. من اصلا خونتون رو نمیخوام. حتی اگر اون خونه رو به من مجانی هم بدین اون خونه رو دیگه نمیخوام. خواهش میکنم. قابل شما رو نداره آقا. خواهش میکنم از سر تقصیرات من بگذارید. چشم. من حتی گفتم اگر خونه رو مجانی بدین. چرا؟ چون که روم نمیشه تو چشتون نگاه کنم. برای اینکه من رفتم تو خونه، وجدانم منو محاکمه کرده که آقا بیروز ما گذشتیم. بذارید خواهش میکنم، بذارید این قلب رنجور من خالی بشه. بذارید حرفشو بزنم. آقا زودتر بگو و برو. من فقط پشیمونم از اینکه یک خانواده محترمی چون شما رو اذیت کردم و دقیقاً از روی ناآگاهی بود. نادم، پشیمان و آفرین. خیلی ناراحت. آفرین. و دیگه ببینید چرا نمیخوام بیام تو خونتون؟ چون روم نمیشه چش تو چشتون نگاه کنم. فقط اومدم معذرت خواهی کنم و بگم منو ببخشید. بخشید آقا. اگر قرار من به شما خسارت بدم، خسارت بدم. اگر میخواین بیاین منو بزنین، بزنین. اگه میخوای گلدون تو سرم بزنی، بگو. آقا گلدون بکوب تو سرم. بخشید. دیگه تموم شد. آقا جونی
گوش کن، شما همینقدر که اومدین اینجا از ما عذرخواهی کردی ما بخشیدیم بهت، خیلی ممنون. بفرم برو. ولی شما وقتی نمیدونی طرفت کیه و چجوری میخوای بیای انتقام بگیری، عزیزم اول فکر کن با کی مشکل داری، با کی مسئله داری، بعد به فکر چاره و انتقام بیفت. بابا چهار تا لاستیک بردیم آوردیم. خیلی خوب. اگر حتی بخواید، من شنیدم در گوش شما پژمان گویا چیزی گفت، اگر بخواید چهار تا لاستیک نو که سهله یه ماشین براتون میخرم، فقط از ته دلتون منو ببخشید. آقا شما بله، ما لاستیکا مهم نیست، ما بخشیدیم. خانم منو ببخش. بهروز برو. پس من سرمو راحت بذارم و بخوابم. برو به جان مادرم بخشیدمت. برو آقای تابنده، دیگه اینقدرم تو دلت دست من ناراحت نیستی. به جان پشمانم نه دیگه، خدا برو. آقا پشمان شما آمد دست من ناراحت. آبا جان نمیری؟ بخشیدی منو. بله. بخشیدیم آقا، به سلامت. بخشیدی؟ بله خدا. خیلی خوب. حالا که منو بخشیدین، یه دقیقه من یه چیزی بگم. ببخشید. بگو برو. یه دقیقه یه چیز بگم. بگو جوجه. اصلا دیگه دلتون من پر نیست؟ نه. خب خونتونو به من بفروشید. چی؟ من خواهش میکنم یه مقداری بیشترم به من تخفیف بدیم، ما که دیگه رفیق و همسایه ایم با هم دیگه. چی داری میگی آخه آقا جون؟ خجالت نمیکشی؟ من اگه بمیرم خونه به شما یکی نمیفروشم. تازه شکایتم هم پاپرجاست، همین الان هم میرم کلانتری زنگ میزنم از آن. نمیخوام تموم این سیابازی ها رو در آورد که این حرفا رو بزنه ها. واقعا سب کنی، تو فکر کردی که ما به این خونه رو به این راحتی بفروشیم؟ این همه حقه بازی در آورد. خیلی حقه بازی نمیخوام، خونه رو نمیخوام، خونه رو نمیخوام. من دارم میرم، برای همیشه میرم، همیشه میرم. آقا بهروز ببین، ما از تو نه شکایت میکنیم نه کاری به کارت داریم. برو بابا، برو دنبال کارت، انشالله یه خونه ای هم یه جای دیگه خوب برات پیدا میشه. خانم دیگه این صدا رو نمیشنوید، خدا حافظ برای همیشه. خدا نگهدار. همیشه میرم. خدا حافظ. بفرما برو. خدا حافظ. بسلامت. بریم بفرما. من خونه نبینم دیگه، بیا یا اگر باره نیزه بگیر بشی یا در گوش من داد نزن. بودیم و رفتیم، اگر نامهرم و یارو حالا که داره میره همچین به فهمی نفهمی یه ذره دلم داره براش میسوزه. راست شو بخوای منم همینطور، خیلی مظلوم شده بود. آره والا واقعا. چیه خب؟ بله آقا تابنده، من برگشتم بگم که اگه وقتی داشتم میرفتم یه کم دلتون برام سوخته، خونتون به من میفروشین ها؟ آقا جون این چه حرفیه؟ اینجا هیچ کس دلش برای شما نسوخته. یه ذره چی؟ یه ذره هم دلتون نسوخته؟ اصلنه، اصلن، هیچی، هیچی، هیچ. موقع رفتن خیلی مظلوم شده بودم ها، فکر کنم یه کم دلتون با حالم سوخت، نه؟ چند بار بگم اینجا کسی دلش برای شما نسوخته. ببین داری منو میزی به همه. آقا جون بالا بری پایین بیای، من این خونه رو به شما نمیفروشم. اله خب بابا، حالا انگاری نوبرش آورده. چیه خونتون صد تا مثل خونه شما ریخته اینجا؟ من تازه خرید و فروش خونم که راکته، فکر کنی چیه؟ من میخواستم خونتون رو بخرم، یه لطفی بهتون کرده باشم. نمیفروشین نفروشین، چیکار کنم حالا؟ درست صحبت کن مرد حسابی. خودت درست صحبت کن. اگه راست میگی وایسا من بیام پایین ببین چه بلایی سرت میارم. من وایسادم بیا پایین ببینم چی میخوای بگی حالا. من دیگه قاطی زدم تموم شد داداش. بیا پایین ببینم، من وایسادم از جامم تکون نمیخورم. بچه میترسونی بیا پایین. درست صحبت کن مرد حسابی. جلال بابا دعوا رو انداز ولش کن. من بریم دنباله. نمیخواد دیگه، بیا رفت، بیا بریم دیگه. برمیگرد. Thank you.
جلال. جلال. وای جلال. اختیاری بیاد دیگه. صبح بخیر بابا، صبح بخیر. چایی بریز برام. درو باز کن. جلال پژمانه. چشم خانم. ما که این همه نون داشتیم، بازم رفته نون بخره؟ خب نون داشتیم ولی خوردیم. چایی تو بخور که نون برسه. دست درد نکنه. چقدر گیجه، هزار بار بهش گفتم بابا جون بیرون میری کلید تو با خودت ببر. سلامت شد، خیلی مخلصم. فرزان سلام. فرمایید. میخواستم خدمتتون عرض کنم که شما اگه خونه رو به من بفروشید، من همسایه خیلی خوبی برای شما میشم و قول میدم که خیلی کوچیک شما. آقا جان تو ولکن ما نیستی. نه خیر، اگر خونه رو به من بفروشید، این گل مال شماست. این مال شماست. مال من؟ این خونه رو با ما تمومش کن بریم، من کوچیکتم. این گل مال منه؟ بله بله مال شماست. الهی که قربون. آقا جون من خونمو به شما نمیفروشم. میفروشی؟ نمیفروشم. حالا میبین. خوش بهت میگم برو آقا جون، برو. ما این خونه رو نمیفروشیم. چشم. بفرما. آدم هم به این سمجی واقعا این پسره دیوونم کرده پورام. از بس که گل آوردش که نمیدونم از دسته چی کار کنم. فکر کنم یه 100,000 تومن پول گل داده. مخش ولی ایراد داره. ولی انصافاً عجب دستی گلای قشنگی میاره. یک راست شوخه من دلم براش میسوزه. یعنی یه جوری آخر نمیدونم، واقعا نمیتونم این گلا رو چیکار کنم. انقدرم به اینو بخشیدم ولی بازم هیچ. باز خودی جا
از طرف بهروز پیرپکاجکی برای عرض معذرت و ابراز تمایل برای دوستی و همسایگی با شما. جلال، من فکر کنم اگر 10 سال دیگه هم طول بکشه این دست از کاراش برنیم داره، همتون میخواد برامون دست گل بفرسته. یه فکری بکنی برامون. خورا مجنون دوی، من که از او رفتم. تو دوزر چی میگی؟ چی میگی؟ حالا چیزی بهش نگو. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید آقای پیر پکاجکی. این چی کاری قربونت برم؟ شاکرین. باشه آقا ما تسلیم. از سماجتت خوشم اومد. امشب به اتفاق آقا غلام خانم فرامرزی تشریف بیاری منزل ما تا ببینیم اون شرایطی که ما میخوایم شما دارین یا نه. هر شرایطی بگی ما در خدمتیم آقا تابنده. من همه شرایطو دارم. مخلصم. آقا بهروز. سلام برسونید. چشم. آقا بهروز. جان. فقط یادت باشه لطفاً حتماً بله. به اتفاق خانم زون تشریف بیاری. چون ما باید حتماً ایشونو ببینیم. خانومم. بوی سیب بوی گل